به نام یاد خدا با عرض سلام به خبر پنج عصر از شمشاد خوش آمدید. امروز پنج شنبه تاریخ هفتم ماه میزان سال 1401 هجری خورشیدی. در آغاز سرخط خبرها. تأکید چین و روسیه بر آزادسازی سرمایه‌های انجمن شده افغانستان. این دو کشور می‌گویند که سرمایه‌های منجمن شده حق افغان‌هاست و باید برای آنان داده شود. متهم شدن طالبان به نقض توافقنامه دوحه است سوی توماس وست. تحلیلگران این اظهارات را اعمال فشار بر امارت می‌خوانند. و ادعای کشته شدن ده‌ها تروریست کردی در عراق در نتیجه حملات هوایی از سوی ایران. مشروع خبرهای این ساعت، من فیصل فیضان هستم. چین و روسیه بار دیگر در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواستار آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان شدند. تحلیلگران میگویند که ارائه چنین اظهاراتی از سوی روسیه و چین میتواند جامعه جهانی را برای آزادسازی ثروت‌های افغان‌ها تحت فشار قرار دهد. اما از سوی دیگر برخی ها معتقدند که این کشورها برای منافع سیاسی و شخصی خود چنین درخواست‌هایی را مطرح می‌کنند. چین و روسیه برخلاف تمامی کشورهای جهان همزمان با آغاز حاکمیت دوباره طالبان ظاهراً در صدد دوستی و نزدیکی با آنان است. چین و روسیه در نشست خاص شورای امنیت سازمان ملل یک بار دیگر خواستار آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان شدند. بر اساس گزارش ها مقامات افغانستان با پولی که به سوئیس ارسال شده است دسترسی نخواهند داشت، اما از آن برای کمک های بشر دوستانه استفاده می شود. ما می خواهیم پول های سرقت شده به افغان ها بازگردانده شود. چین نیز روی تسلیمی سرمایه های افغانستان به این کشور تاکید دارد و می گوید که این پول ها باید در بازسازی اقتصادی به مصرف برسد. با در نظر داشت اعلام بانک مرکزی افغانستان، ما خواهان آزادسازی پولهای افغانها برای آنان هستیم تا آن را در بخش بحران بشری به گونه مؤثر استفاده نماید. هرچند برخی از کشورها و نهادها علاوه بر چین و روسیه بر آزادسازی پولهای افغانستان تاکید کردند، اما مسئولین بانک جهانی تا اکنون هیچ حرکت مثبتی در این زمینه انجام ندادند. از سوی دیگر تحلیلگران به این باورند که این گونه اظهارات دو بر قدرت میتواند باعث اعمال فشار بر جامعه جهانی برای آزادسازی این پولها برای افغانها گردد. خوب است که آمریکا تحت فشار کشورهای نیرومند مثل روسیه و چین قرار بگیرد. ما امیدوارم سایر کشورها نمایندهایشان همین موضع نمایندگان چین و روسیه را در قبال مردم مظلوم افغانستان مبنی بر منجمد ساختن پولها دارایی های ملت مظلوم افغانستان اونجا پافشاری کنن. اما سوی دیگر نظریه در قبال آن مخالف است و باور می شود که بیجینگ و مسکو به خاطر اهداف و منافع سیاسی خود این مسائل را مطرح می سازند. این موضوعات که روسیه و چین مطرح بحث کرده یک مایوسواری سیاسی هست. هدف اصلیشان این نیست که ملت افغانستان از فقر نجات پیدا بکنه. هدف این هست که چطور بتونن امریکایی ها را مجاب بکنن که در تقسیم قدرت سیاسی در آسیای میانه او هم شریک باشه. اگر با واقعیت این هدف این بود، پنج کشور که حق وتو دارن، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین، امریکا، یا باید می نشستن و این موضوع عملی می ساختن. پیش از این واشنگتن در هماهنگی با شرکا و متحدین خود از جمع 7 میلیارد دلار سرمایه افغانستان 3.5 میلیارد آن را به یک بانک سوئیس انتقال داد و گفته بود که این پولها با در نظر داشت نیازها در برخی از بخش‌های افغانستان به مصرف خواهد رسید. پاکستان در حال برنامه‌ریزی و دیزاین جنگ دیگری برای عمق استراتژیک در افغانستان است. علیرغم اینکه امارت اسلامی پاکستان را از هر گونه دخالت در موضوع افغانستان منع کرده است، مقامات پاکستانی همچنان در تلاش برای گفتگو با جهان در مورد افغانستانند. پس از اظهارات اخیر گمان می رود این کشور در تلاش است تا بر سیاست خارجی افغانستان در سطح منطقه‌ای و بین المللی کنترل داشته باشد. روابط کابل و اسلام آباد هرگز خوب نگهداری نشده است.
در 20 سال گذشته مخالفان امارت اسلامی طالبان را متهم می نمودند که پاکستان بالای آنها نفوذ گسترده دارد و با همکاری و حمایت این کشور در افغانستان به قدرت رسیدند. اما موضع واضح امارت اسلامی نشان داد که طالبان با سیاست های پاکستان سازگاری ندارد. موضع مقامات پاکستان در ستیج بین المللی فقط برای همین است که چگونه می توانند سیاست های طالبان را کنترل کنند. کارشناسان می گویند که پاکستان در حال طراحی یک جنگ دیگر است و این بار هدف آن این است که کشورهای آسیای مرکزی را ناامن سازد. پاکستان دی جنگ لاره نه په دې سلوختو کلو کې دوی چې د دوی نظامیان چلیدلې دي، د دوی اقتصاد پرمختګ کړی دی، د دوی ژوند پرمختګ کړی دی. نو بنا ان پاکستان غواړي چې یو بله 50 کلنه جګړه په افغانستان کې پلانیزه او ډیزاین کړي او تر څو افغانان یو ور بیا په دنیا په کچه باندې دوی معامله او دغه وژنې دغه جنگونه به آسیای میانه ته انتقالیږي، دا جنگونه به چین ته انتقالیږي، دا جنگونه به تاجکستان، ازبکستان او د قزاقستان لمنه به نیسي. نو زه ویلی سم چې د دغه جنگونو د دغه جګړو بدبختي فقط او فقط افغانان دي چې دا بدبختیو سره به مخ کیږي. پاکستان همواره تلاش کرده است تا سیاست خارجی افغانستان را تضعیف کند و آخرین اتهامات این کشور ثابت می کند که اسلام آباد می خواهد خود را در برابر فشارها و انتقادات بین المللی حفظ کند. اکنون که در صحنه بین المللی به طالبان لابیگری می کنند، اعتقاد بر این است که می خواهند که دید مخاطبان بین المللی خود را متغیر سازد. به گفته کارشناسان، پاکستان همواره تلاش می کند که افغانستان را مقصر تروریسم بداند و با بازی دادن جهان منافع آن را به دست آورد. پاکستانی چارواک همیشه غواړي چې د ملل متحد او د دنیا د انتقادونو لاره چې وایي پاکستان د تروریسم اصلي زال دی مخه ونیسي. په دې اساس باندې دوی د اذهانو د تخدیر په مورد همیشه لارې چارې لټوي او ټول مشکلات پر افغانستان باندې اچوي. پاکستان در حال حاضر با چالش‌های شدید اقتصادی مواجه است و در سطح بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است که این بی‌ثباتی پولی منجر به بی‌ثباتی سیاسی در این کشور شده است. کارشناسان می‌گویند برای داشتن یک سیاست مشترک با جامعه جهانی، گفتگوهای بین المللی تنها باید با طالبان انجام شود و بدون حضور امارت اسلامی مذاکرات با پاکستان ناموفق است. په افغانستان کې واقعیت دا دی چې د طالبانو اسلامي تحریک حاکمیت په لاس کې لري او د نړیوالې ټولنې سره د ګډ سیاست لپاره باید دوی وپوښتل سي، دوی پر میز باندې کښېنول سي. ځکه نو زموږ غږ دی پر امریکا، پاکستان، تاجکستان او یا نورو هیوادونو باندې چې تاسو د افغانستان په اړوند باندې خبرې په خپل منځ کې او یا د نورو ادرسونو سره مه کوئ. ادرس اسلامي امارت دی، د هغه سره بحث ته داخل سي. اخیرا پاکستان به کابل پیشنهاد داده است که باید گفتگوی دولت با دولت صورت گیرد و از گفتگوهای منفی که بر روابط دو کشور تاثیر منفی میگذارد پرهیز گردد. در 20 سال گذشته به سطح بالا با پاکستان مذاکرات انجام شد، اما پاکستان هرگز به وعده های خود به کابل وفا نکرده است. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان یک بار دیگر طالبان را به نقض توافقنامه دوحه متهم نموده است. هر دو طرف از یک سال بعد این سو همدیگر را به نقض توافقنامه دوحه متهم می کنند و طرف ها نتوانستند تا جهان را قانع سازد. تحلیلگران می گویند که واشنگتن این اظهارات را به هدف اعمال فشار بر امارت اسلامی بیان می کند و تأکید دارند تا حکومت همشمول ایجاد و حقوق زنان را مراعات نماید. با گذشت یک سال هنوز هم امارت اسلامی و امریکایی ها همدیگر را به نقض توافقنامه دوحه متهم می نماید، اما یک جانب هم تا حال نتوانسته تا جهان را قانع سازد. روابط امارت اسلامی با جهان بعد از آن تیره شد که قصر سفید ادعای کشته شدن ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده را در کابل نمود. واشنگتن ادعا می نماید که طالبان دو گروه هستند و خلاف توافقنامه دوحه حاکمیت را به زور به دست آوردند. تحلیل این است که امریکایی ها به این کار خواهان عملی سازی توافقنامه دوحه به طور کامل شده است و رای حل اساسی این است که هر دو جناح یک بار دیگر روی میز مذاکره بنشینند. امریکا په همغږۍ د خپلو ملګرو په دې لټه کې هسې پر طالبانو باندې
فشار هم راوړي او مجبور هم کی ترڅو د دوه هغه تړون چې دوی پخپله لاسلیک کړی و ته موږ ګورو د مراد الغریب برادر لاسلیک او د ډاکټر خلیل زاد لاسلیک چې دوی لاسلیک کړی ده دا غواړي په دوی باندې بشپړ کړي نو ځکه په دوی باندې اتهام واردوي چې تاسو نقص کړی ده او طالبان هم په دې پوهېږي چې دا پروګرام روان ده ځکه دوی هم وایي چې امریکا هم نقص کړی نو بنا په کار دا ده چې دواړه بېرته لاړ شي سره کښېني او چیرې او دغه دوه توکي چې ډېر عمده یې پاتې دي او ځکه له څلورو برخو نه دوه برخې اجرا شوي دي دا باید دا پاتې بشپړې کړي دا د افغانستان په خیر رفاه او سعادت. از سوی دیگر نظر این است که امریکا بر اساس توافقنامه صورت گرفته از افغانستان خارج شده است و این گونه ادعاها برای پنهان نمودن جنایات 20 سال گذشته انجام می دهد که از ملامتی جهان خود را نجات دهد. دی امریکایانو دی ارغل څخه تر نن ورځې پورې دا څه جنگی بشری جنایتونه چې زموږ په هیواد کې ترسره شوي دي اوس غواړي امریکایان د خپلو هغو جنگی بشری جنایتونو څخه خصوصا په 15 د اګست باندې چې دوی د افغانستان څخه وتل ځان وژغوري غواړي نړیوالو ته ځان پاک ښکاره کړي. د دوهې تړون خپله امریکا د دوی د استازي خلیلزاد او د ملا برادر ترمنځ لاسلیک شو دا نو اوس څه پلمې دي چې دوی لټوي چې دوی وایي چې د کویټي طالبانو واک په زور ونیولو. امارت اسلامی در توافقنامه دوحه تعهد نموده بود که یک حکومت همه شمول را ایجاد خواهد کرد و در خاک خود به گروه های تروریستی اجازه فعالیت را نمی دهد و همراه این گونه گروه ها روابط را نگه نمی دارد. این در حالی است که جهان حکومت فعلی را همه شمول نمی داند و ادعای کشته شدن ایمن الظواهری در کابل چیزی است که امریکا طالبان را به نقص این توافقنامه متهم می نماید. دوهی ترون طالبانو نقص کرده پدی چې د دوی تړون په اساس باید دلته یو همشمول حکومت جوړ شوی وای متخصص همشمول حکومت چې دا جوړ نسو او بل دا چې هغه توریستي ډلې باید په افغانستان کې نه وای کار چې طالبان دا خبر ردی اما د الزوایری شتون په کابل کې او د امریکې د درون په وسیله په نشه کول دا ثابت کړی چې زوایری په کابل کې او زوایری تنازی هم نه و. اکنون خواسته ها این است که امارت اسلامی تلاش نماید تا به جهان قناعت دهد، صدای مردم را بشنود و خواسته های آنان را بپذیرد و برای زنان در پهلوی حق تعلیم دیگر حقوق را نیز بدهد تا جهانیان این حکومت را به رسمیت بشناسد. تأخیر بیشتر در موضوع آموزش عواقب بدی برای حکومت و آینده افغانستان خواهد داشت. تعدادی از معلمان و اساتید پوهنتون از امارت اسلامی می‌خواهند که مکاتب دخترانه را باز کند و این روند را بیش از این به تأخیر نیاندازد. آنها از دولت می‌خواهند که حکومت باید به هدف خودکفایی و پیشرفت افغانستان آموزش را برای دختران اجباری نماید. رای نجات از دوره سرپرستی برای حکومت اجازه دادن به تعلیم عصری دختران می باشد. تعدادی از اساتید و تحلیلگران از حکومت می خواهند که برای بیرون شدن از انزوا و کسب مشروعیت جهانی باید برای تعلیم و آموزش دختران اجازه دهد. استادان پوهنتون اصرار دارند که دولت نه تنها به دختران اجازه تحصیل علوم عصری را بدهد، بلکه باید تمامی علوم نوین، طب، کامپیوتر، انجینری و علوم اجتماعی را برای دختران کشور اجباری کند تا کشور از شر بلاهای موجود رهایی یابد. لار د افغانستان لپاره چې مونږ کولای شو دغه هیواد له بحران نه وباسو هغه زده کړې دي، علم دی. پرته له دې نه مونږ نشو کولای چې دغه بحران سره چې اوس مخ یستو د 40 کاله چې په جګړه مونږ تیره کړه یوازینۍ لارې دا وه چې مونږ بې زده کړې پاتې ولو. خو دغه زده کړه نه یوازې نارینهو لپاره بلکې ښځینهو لپاره هم ضروري او لازمي ده چې مونږ وشو کولای حداقل دغه ټولنه له بحران نه خلاصه کړو، ځکه نیم قشر د دې ټولنې هغه ښځینه تشکیلوي. در این حال شمار از کارشناسان میگویند که تصمیم به گشایش مکاتب دخترانه باعث تعامل دولت با جامعه جهانی میگردد و تأخیر بیشتر در روند آموزش برای آینده دولت و کشور ضرر خواهد داشت. یاد کارهایی که ما خدمات دختران و زنان ضرورت داریم، طب، دکتری و کارهای اجتماعی، ما میبینیم که در حقیقت برای از اینکه ای شقه مثلا دختران تحصیل کنند، اینا خب باید که ساینس بفهمند. اگر این فردا ما باید است که دکتر زنانه از خارج کشور دعوت کنیم.
واحد عدالت جو یکی از فعالان زن میگوید که در حال حاضر دختران جهان و افغانستان به تمامی علوم عصری و اجتماعی از جمله طب نیازمند هستند. در زمانی از زمان اولین آموزش هایی که در افغانستان برای دختران در نظر گرفته شده، همیشه در کنار مضامین عصری مضامین دینی اصلی هم وجود داشته. هیچگاه نبوده که در هر ایدئولوژی و هر زمانی که تدریس کردن یا آموزش دیده خانم ها چی در مقطع تا سطح دکترا، همیشه یک بحث دین هم وجود داشته، یعنی تنها مضامین زمان خودش نبوده و بنابراین آموزش تنها در مسائل دینی هم شرط اساسی برای ما مسلمان ها هست، ولی ما باید علم امروز تکنولوژی امروز باید یاد بگیریم تا بتانیم از جهان عقب نمونیم. این در حال است که از یک سال بدین سو در به تمامی مکاتب و آموزش های عصری بدون مدرسه ها بسته شدند و این کار با واکنش های تند داخلی و خارجی به همراه شده است. امضای توافقنامه تجارتی جدید میان افغانستان و روسیه خوشبینی های داخلی با خود دارد و در کنار کاهش قیمت ها برای برخی ها زمینه کاری را هم فراهم خواهد کرد. این توافقنامه وزارت تجارت کشور با روسیه در بخش گاز و نفت به امضا رسیده که بخش اول آن در آینده نزدیک به افغانستان خواهد رسید. وزارت اقتصاد میگوید که این توافقنامه گاز و نفت در زمستان پیشرو در کنترل قیمت ها نقش مهم خواهد داشت. در این حال کارشناسان بر افزایش تلاش ها در همچون اقدامات در بخش تجارت از سوی حکومت تاکید دارند. امضای توافقنامه تجارتی افغانستان با روسیه امیدواری ها را بیشتر نموده که با رسیدن بسته نخست آن قیمت و نرخ مواد خوراکی و نفتی در بازارهای افغانستان کاهش خواهد یافت. دغه سوداګری ستړو په پلي کېدو سره به د خوراکي او سون توکو بیه راټیټ شي او د دواړخیزو سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې به پراختیا رامنځته شي. قرارداد نفت و گاز و گندم که با کشور روسیه به امضا رسیده میتونه روی کاهش قیمت ها نقش مهم داشته باشه و باعث افزایش قدرت خرید مردم شود. باور این است که این توافقنامه با کشور روسیه که به مدت یک سال به امضا رسیده است در کاهش 25% نرخ مواد نفتی و گاز در بازارهای افغانستان نقش مهم را ایفا میکند. خواسته ها این است که حکومت سرپرست علاوه از این با کشورهای منطقه در بخش انرژی و دیگر بخش ها قراردادها را به امضا برساند. حکومت ته پکار ده چه باید د نورو هیوادونو سره بالخصوص د منځنۍ آسیا هیوادونو چې دي چې کافی انرژي لري او همدارنګ د غلجاتو په برخه کې د خوراکي توکو په برخه کې هم ورسره ورته هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. افغانستان که بیشتر تجارت آن زمینی است، امیدواری ها نیز موجود است که امضای توافقنامه تجارتی با کشور روسیه در داد و ستد تجارتی کشور تاثیر مثبت خواهد نمود و با فرا رسیدن زمستان پیشرو قیمت مواد خوراکی و نفتی در بازارهای داخلی کاهش چشمگیری خواهد یافت. حاکم نظام و کولای شي د دې په شکل باندې نور قراردادونه د هغه هیوادونو سره چې هغوی نفت صادروي او یا هم د ګازو تولید لري داسې قراردادونه ولري، نو زه مطمئن یم چې دغه ډول قراردادونه به مستقیما په افغانستان کې د تجارت د بهبود لپاره د قیمتونو د ټیټوالي په برخه کې او په عین وخت کې د کار د راپیدا کولو لپاره به یو ښه فرصتونه رامنځته کړي. پام کېده چې د ګرمو سوداګریزو بدیلونو له لارې په ملي کچه به کنټرول او ولس ارزانه توکي وړاندې شي. امارت اسلامی میگوید که با در نظر داشت ضروریات و نیازمندی در بازارهای افغانستان با روسیه قرارداد تجارتی یک ساله را به امضا رسانید که بسته نخست آن به طور امتحانی در روزهای آینده به افغانستان خواهد رسید. امارت اسلامی میگوید که در تلاش است تا با امضای توافقنامه های دیگر در بخش های مختلف از افزایش قیمت و نرخ مواد نفتی و خوراکی در بازارها جلوگیری نماید. شهرولی کندهار از بازسازی 4.5 کیلومتر سرک در این ولایت خبر می دهد. مسئولین ریاست شهرولی کندهار می گویند در پهلوی بازسازی این سرک ها کار عملی سازی پروژه های مهم هم در کندهار در حال حاضر جریان دارد. شهرولی
شاروالی کندهار کار بازسازی بخشهای از سرکهایی را که به دلیل حوادث مختلف تخریب شده اند را در این ولایت آغاز نموده است. زمره سرگن سخنگوی شاروالی کندهار میگوید که با استفاده از بودجه انکشافی برزش 4 میلیون افغانی امسال کار بازسازی بخشهای تخریب شده سرک 4500 متری این ولایت را آغاز خواهد کرد. کندهار شاروالی د خپل رغنیزو پروژو په دوام د خپل ساختمانی او بیا رغونی او رغنیزو پروژو په دوام د متوازن پراختیا په اساس د کندهار په ښار کې بیلابیل پروژې تر لاسلاندې لري چې یوه مهمه او اساسي پروژه چې نوې موږ پیل کړې ده هغه د 3500 متره په اندازه د سړکانو د دخګیری یا د پینکاری پروژه ده. در امین حال سرگند گفته است که آنان در سال روان سرک تخریب شده یا دروازه شکارپور که میان شهر کندهار و ولسوالی دند موقعیت دارد را نیز بازسازی می نماید. باشندگان کندهار نیز می گویند که عملی سازی برخی از پروژه هایی که مرکز این ولایت را با ولسوالی ها متصل می سازد بر زندگی آنان تأثیر مثبت می گذارد. وصل پسل کې نو خوشاله ده خو ډیر شي اقدام دی عام خلکو لپاره دا خلک پر کاروبار ودري دا سړکان جوړ سي دا مشکل مال سي وس پوسټه نه بدايه چې دا دمبر سي دغه دا ډوب دی او دغه ورکس انه دغه سلیکټ ډیر سره سانس. بر اساس معلومات ریاست شاروالی این ولایت تا پایان سال در این ولایت 20 پل و پلچک های را نیز بازسازی می نمایند که به دلیل حوادث اخیر تخریب شدند. بازی های ملی پاورلیفتنگ که قرار است امسال در ولایت پکتیا برگزار گردد، یک تیم 8 نفره هرات نیز به هدف اشتراک در آن روحی این ولایت گردیده است. ورزشکاران مشخص شده به این بازی ها شکایت دارند که قبلا دولت برای آنان پول سفر و مصارف را تادیه می نمود و آنان را در تیاره ها به میدان های مسابقات می رساند، اما حالا مجبورند تا راه های 20 ساعته را طی نمایند و تا زمان رسیدن به این ولایت توان بازی را از دست خواهند داد. سمینار ده روزه مدیران و کارکنان جنایی زون شمال شرق کشور به پایان رسید. در این سمینار در پهلوی بلند بردن ظرفیت مدیران و کارمندان جنایی ولایات تخار، بدخشان و بغلان برخی از آموزش‌ها نیز به آنان داده شد. اساتید این سمینار که از کابل رفته بودند اطمینان می‌دهند که بعد از این رویدادهای گنگ جنایی به زودترین فرصت شناسایی می شود که با این امر گراف جرایم هم کاهش خواهد یافت. قمندان امنی ولایت کنداز از هیئت آمده به این ولایت می خواهد که این گونه سمینارها دوامدار شود تا تمامی اداره های مربوطه از آن مستفید گردند. سیمینار در روزه تحقیق جرایم جنایی به مدیران و کارمندان جنایی 4 ولایت زون شمال شرق به پایان رسید. مدیران و کارمندانی که در این سیمینار حضور داشتند ابراز خرسندی دارند که در بخش تحقیق و بررسی جرایم پیچیده جنایی برایشان آموزش داده شده است. کوم وخت موږ مقرر شوی و دا واضح خبره ده چې لسلو فیصدونه اتیا فیصد موږ کار کړی ده او موږ د سراوړنی راوړی دي او شل فیصد اوس هم ځکه چې دا ولسه پورې تر خلکو پورې رابطه لري دا شل فیصد صفات دي نو شل فیصد پولیسو پورې اړه لري که چېرې پولیس احساس د مسؤلیت وکوي او دا کوم د سراوړنه چې دوی کړي او کوم درسونه چې دوی ویلي دي انشاءالله دا به صفر ته ورسوي. کارهای مردم و ملت که هسته وابسته به این هستن. اگر پولیس جنایی یک ولایت فعال باشه ما مطمئن هستم که سطح جرایم به کاهش چکید شاید به صفر برسه. اگر پولیس جنایی در یک ولایت فعال نباشه که هسته روز رفته جرایم افزایش پیدا. اشتراک کنندگان این سیمینار به این باورند که از قبل در بخش کاهش رویدادهای جنایی کار نمودند، اما با تکنیک ها و آموزش های جدید می توانند که این گراف را پایین نگه دارند و رویدادهای جنایی پیچیده را بررسی نمایند. امید الله تعالی رو چی دغه لس ورځنی سیمینار مرت د کابل څخه استادان راغلی ولا او غوی درس راکې لس ورځی سیمینار راکې نو الله ته امید لرو چې دا لس پیصدم ختم کو ان شاء الله دا بند هو سره زنه سیمینار الحمدلله په مختلفو بخښونو کې درسونه ول نو دا درسونه
الحمدلله زموږ د پاره ډیر ګټور درسونه و. نال تخنیک په بخش کې د کنټرول منطقوي په بخش کې د غسی د محلي واقعیت د بررسۍ په بخش کې مونږ کولای شو چې الحمدلله اوس په ښه چټکه سره دغه کار او دا پروسه په مخ باندې بوزو. قماندانی امنیه کندز میگوید که اشتراک کنندگان این سیمینار از آموزش‌های مسلکی مستفید شدند و در زمینه مهار رویدادهای جنایی ولایتشان نقش مهم را ایفا خواهند کرد. منگا دی سلور ولایت و جنایی مدیر صاحبانو تو جوړ کړیو، یقینا منگا د خپل عملی مشاهده ک نوټ هم ډیر بهتر او عملی درس هم بهتر و ډیر. نو منگا غواړو د کورنیو چارو وزارت څخه چې دغه رنګه سیمینارو ته دوام ورکړي، ځکه موږ ته معلومه شوه چې دا ډېر فواید لري. بله دا ده موږ دغه کوم مدیر صاحبانو جینیانو چې دلته راغلي وو دغه درسونه یې زده کړل. د دیو څخه مو دا غوښتنه ده چې ټولو ولسوالیو ته دغه درسونه ورسوي، ټولو حوزو ته یې ورسوي، تر څو په دې ټول شمال کې په ټولو ولایاتو کې دغه جرایمو جنایي پیښو دغه سر راټیټي. این سیمینار در روزه در ولایت کندز در حال برگزار می گردد که به گفته مسئولین در این ولایت سطح جرایم جنایی 90% کاهش یافته است و مردم با حکومت در هر بخش همکار هستند. خبرهای ما در همینجا به پایان می رسد. با سپاس از توجهتان، وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.